بسم الله الرحمن الرحیم دعای کسی که از چش در آمدن بترسد. دعاء من خشی ان یصیب شیئا بعینه اذا راى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركه فان العين حق. زمانی که یکی از شما از برادرش یا خودش یا از مالش خوشش آمد، پس برای آن دعای برکت نماید، برای آن که چشم حق است، حقیقت دارد. فایده های حدیث: چشم به خود نفس انسان تأثیر کننده نیست، بلکه به خاطر نیروی است که الله سبحانه و تعالی با علم و قدرت خود در آن گذاشته است. فایده دوم، چشم در آمدن خیلی با سرعت تأثیر میکند، مگر اینکه الله تعالی نخواهد. فایده سوم، سنت است که چشم در آمده طهارت بگیرد یا غسل بکند، و کسی که به دیگر نفر چشم خود را در آورده است آبی طهارت خود را بدهد. فایده چهارم، چشم به اینکه کسی نیتی بدی داشته باشد تأثیر دارد، بنابراین با دیدن چیزی که شما را به تعجب می اندازد و دوست می دارد آن را، باید برای آن دعای برکت خوانده شود تا از چشم در آمدن محفوظ بماند. علامه امام نووی می گوید امام و حاکم باید کسانی را که تجربه در چشم دراری دارند نگذارند که آنها در میان مردم باشند، تا مردم از بدی چشم آنها در امان بمانند. و اگر چنین کسان فقیر و تنگدست هستند و با خانه نشینی ضررشان به دیگران میرسد، حاکم برای آنها حقوق در نظر بگیرد، برای آنکه جامعه از ضرر کسی که پیاز و یا سیر میخورد و از داخل شدن به مسجد من شده است، و بیش از این ضرری کسی که گرفتار کسلی پیس است. عمر رضی الله عنه آنها را خانه نشین میکرد،